با توجه به انواع واکنش ها که 5 دسته کلی بودن و دسته اول این واکنش ها واکنش های سوختن. سوختن به واکنشی گفته میشه که یک ماده، یک ترکیب عالی مثل متان، یک فلز واکنش پذیر مثل سدیم یا نافلزی مثل گوگرد میاد با اکسیژن واکنش میده. در سوختن تمام ترکیبات که ترکیب شدن با اودوه، مواد مختلفی تولید میشه. ما انواع مختلف واکنش های سوختن داریم. اون ماده ما گفتیم میتونه فلز باشه یا نافلز. حالا نکته که اینجا وجود داره، با توجه به اینکه امن فلز یا نافلزه، ترکیب خاص خودش رو تولید میکنه. بس ما میتونیم سوختن فلزات رو به 2 دسته تقسیم کنیم. با توجه چند تا نکته، میگه واکنش سوختن نوار منیزیم با آزاد شدن نور و گرمای زیادی همراست. پس ما میدونیم ترکیب شدن منیزیم با O2 سریع انجام میشه، نور و گرما انرژی تولید میکنه. این میشه واکنش سوختن نوار منیزیم. باید دقت کنیم سوختن فرآیندی است که سریع انجام میشه و نور و گرما انرژی تولید میکنه. اما دقت کنید، باید یادآوری داشته باشیم برای شما که نوار منیزیم میتونه با اکسیژن واکنش بده و اکسید منیزیم هم تولید کنه، اما این واکنش کند انجام میشه، نور و گرما انرژی هم تولید نمیکنه، که ما به این فرآیندها میگیم اکسایش. در کتاب شیمی سال سوم ما 3 تا اکسایش بیشتر نداریم. دقت کنید مثالشو، یکی خود نوار منیزیم. گفتیم منیزیم به علاوه O2 اگر کند انجام بشه اکسید تولید شده، اما نور و گرما انرژی نداره، این فرآیند اکسایشه. ما جا فقط دقت کنیم نوار منیزیم، خود سوال به ما میگه سریع یا کند، آزاد شدن نور گرما انرژی یا بدون نور گرما. پس ما فقط برای اتم منیزیم باید دقت کنیم که هم میتونه سوختن داشته باشه هم اکسایش. اما 2 تا مثال بعدی که الان با هم کار کنیم، اینا همیشه اکسایشن. مثلا واکنش آهن به علاوه O2 میده Fe2O3، همون زنگ آهن. آهن همیشه با اکسیژن واکنش میده، کند و سرعتش خیلی پایینه، برای مدت زمان زیادی انجام میشه و این فرآیند همیشه اکسایش. اکسایش بعدی در مورد فلز آلومینیومه. آلومینیوم به علاوه O2 میده Al2O3، اکسید آلومینیوم. اما این واکنش هم کند انجام میشه، نور و گرما انرژی تولید نمیکنه، بنابراین میشه واکنش اکسایش. ما در کتابمون فقط همین 3 واکنش داریم که اکسایشه. فقط گفتن در مورد اتم منیزیم باید دقت کنیم که خود سوال گفته سری یا کند. دقت کنید، بجز سوختن هیدروکربن ها واکنش فلزهای قلیایی و قلیایی خاکی بجز بریلیوم و نیز بعضی ترکیب های دیگر از نوع سوختن هستند و با آزاد کردن گرما و نور همراست. نکته یادت اینجاست، بریلیوم فلزیه که در دمای کمتر از 600 درجه اکسایش پیدا نمیکنه. سوختن که نداره، تازه در دمای بالای 600 میتونه اکسایش پیدا کنه. دقت کنید، واکنش سوختن کلی فلزات، ما گفتیم برای سوختن هم فلزات داریم هم نافلزات. ترکیبی گفتیم M به علاوه O2 میشه سوختن، گفتیم M ما میتونه فلز یا نافلز باشه. در سوختن کلی فلزات باید دقت کنیم همیشه یک نوع ترکیب تولید میشه. اکسیژن اگه کم و زیاد هم بشه، نوع فراورده ما تغییر نمیکنه. از سوختن تمام فلزات اکسید فلز تولید میشه. اگر اکسیژن مقدارش زیاد باشه، اکسید بیشتری تولید میشه. اگر اکسیژن مقدارش کم باشه، اکسید کمتری تولید میشه. که رابطه کلی به این صورت در میاد. فلز به علاوه اکسیژن میده اکسید فلز به علاوه گرما. یه معادله نوشتاری تبدیلش میکنیم به معادله نمادین. خب فلز من M در نظر میگیرم. گفتیم فلزات حالت فیزیکیشون همیشه جامده به جز جیوه که مایه. اکسیژن O2 گاز، فراورده اکسید فلز. خب اکسید O دوباره منفی، M فلز ماست، که اگر گروه 1 باشه یه بار مثبت، گروه 2 باشه دو بار مثبت، گروه 13 3 بار مثبت. اگر از فلزات واسطه هم باشه، خود سوال ظرفیت رو به ما میده. پس ترکیب حاصل میشه M2OX. اگه دقت کنیم در معادله نمادین نوشته شده M و X مجهوله، که M خود سوال به ما میگه کدوم فلز. پس در کل X مجهول ماست. X چیه؟ ظرفیت فلز. خب گفتیم ظرفیت فلز چجوری به دست میاد؟
ظرفیت فلز مساوی با شماره گروه اصلی فلز. با توجه به رابطه کلی سوختن فلزات، همراه با من حل چند تا مثال در نظر میگیریم. چند تا مثال: M سدیم، واکنش سوختن سدیم، گفتیم فلز به علاوه O2 میده اکسید فلز M2OX. الان اینجا Na نقش M رو برای ما داره، Na2OX. خب گفتیم X ظرفیت فلز که برابر با شماره گروهش بود، با توجه به اینکه سدیم مربوط به گروه 1 و ظرفیتش 1، X میشه 1 که دیگه نمی‌نویسیم. مثال بعدی، واکنش سوختن کلسیم، پس M Ca به علاوه O2 میده Ca2O2. X من 2ه چون کلسیم مربوط به گروه 2. حالا 2 با 2 ساده شده رفته، جواب میشه Ca2O. پس کلسیم به علاوه O2 میده کلسیم اکسید. دقت کنید، میریم سراغ سوختن کلی نافلزات. نافلزات جدول و بقیه که در شیمی سال سوم میتونه بیاد، سه حالت بیشتر نداره. نکته خیلی مهم اینجاست: نافلزات در حضور مقادیر مختلف اکسیژن محصولات مختلفی تولید میکنن. اکسیژن زیاد باشه یه فرآورده، اکسیژن کم باشه یک فرآورده دیگه. اما ما گفتیم در سوختن فلزات با کم و زیاد شدن مقدار اکسیژن نوع محصول ما تغییر نمیکرد، که ما میتونیم سوختن نافلزات رو دسته‌بندی کنیم و انواع مختلف. یک، سوختن گوگرد، گوگرد S. گفتیم سوختن ترکیب شدن با O2. گفتیم در حضور مقادیر مختلف اکسیژن فرآورده های ما تغییر میکنه. دقت کنید، اگر مقدار اکسیژن کم باشه، S به علاوه O2 میده SO2. پس SO2 فرآورده ای که در حضور مقدار کم اکسیژن تولید میشه. حالا اگر واکنش انجام شد، در ظرف واکنش هنوز اکسیژن باقی مونده بود، SO2 تولید شده، میاد با مقدار دیگه O2 واکنش میده، میده SO3، که اینجا کاملا مشخصه در حضور مقادیر مختلف اکسیژن فرآورده ها متغیره. این شد سوختن گوگرد، که فقط همین دو تا معادله رو باید قشنگ یاد بگیریم که در امتحانم بیاد. میریم سراغ نافلز بعدی، سوختن هیدروکربن ها. هیدروکربن ها ترکیباتی بودن که از کربن و هیدروژن تشکیل شدن، یعنی ترکیباتی که تعدادی کربن و هیدروژن دارن. در سوختن کلی هیدروکربن ها ما به چند تا نکته باید توجه داشته باشیم. خب معادله کلی، گفتیم هیدروکربن ترکیبیه که از تعدادی کربن و هیدروژن تشکیل شده. سوختن همیشه ترکیب شدن با O2. دقت کنید، در سوختن تمام هیدروکربن ها دو تا ماده بیشتر تولید نمیشه، CO2 و H2O. پس اگر به این معادله دقت کنیم، در این معادله نمادینه نوشته شده فقط X و Y مشهوله، یعنی فقط هیدروکربن ما مشهوله، که اون خود سوال به شما میگه کدوم هیدروکربن. پس هر هیدروکربنی برای سوختن ترکیب میشه با O2، همیشه CO2 و H2O میده. دقت کنید، گفتیم هیدروکربن ها که همون جزء دسته نافلزات هستن، در حضور مقادیر مختلف اکسیژن فرآورده هاشون تغییر میکنه. اگر اکسیژن کافی باشه، CO2 و H2O میده. اگر اکسیژن کم بشه، CO یا دودم تولید میشه. که نکته اینجا گفتیم، پس باید دقت کنی، CO و کربن کی تولید میشه؟ زمانی که مقدار اکسیژن ما از اون حد استاندارد و استیکیومتری خودش کمتر باشه، که اینا میشن فرآورده های جانبی یا همون سوختن ناقص و خیلی ناقص هیدروکربن ها. دقت کنید، نافلز بعدی، یعنی آخرین نافلز دسته سوم، فسفر. سوختن فسفر یا همون P4، گفتیم سوختن ترکیب شدن یه ماده با O2، فسفر به صورت P4 به علاوه O2 فرآورده حاصل. اینجا هم همینطور، باز میگیم P4 به علاوه O2. اگه دقت کنیم فرآورده ما مختلفه، فرق داره، چون میدونیم در سوختن نافلزات در حضور مقادیر مختلف، یعنی اکسیژن کم باشه، یعنی 3 مولکول اکسیژن داشته باشم، P4O6 تولید میشه. اما اگر اکسیژن هم بیشتر باشه، 5 تا مولکول O2 داشته باشم، P4O10 تولید میشه. این میشه سوختن فسفر. میریم سراغ نکته بعدی، همواره برای آغاز یک واکنش به مقدار انرژی نیاز داریم.
خب وقتی یه واکنش بخواد انجام بشه ما مقدارش انرژی بهش میدیم که به این انرژی میگیم انرژی فعال سازی. این انرژی فعال سازی میتونه بر اثر ضربه، تغییر فشار، دادن مقدار گرما به این صورت باشه تا بتونه یک واکنش انجام بشه که بحث کامل‌تری ما پس در سال چهارم بیان میشه. دقت کنید به این مثال، هنگامی که فلزهای قلیایی برای مدتی در معرض هوا قرار بگیرند، مخلوط پیچیده‌ای از ترکیب‌های شیمیایی روی سطح آنها تشکیل می‌شود. درباره نام و ویژگی‌های اجزای این مخلوط و چگونگی تشکیل آنها توضیح دهید. خب ما می‌دونیم فلزات قلیایی وقتی میان در معرض هوا قرار می‌گیرند، با اکسیژن هوا می‌تونن واکنش بدن. یعنی واکنش ایجاد شده، یعنی فلز با O2 هوا. دقت کنید به پاسخ. مخلوط حاصل اکسید فلز می باشد که از واکنش با اکسیژن هوا به وجود میاد که رابطه کلی به این صورت، فلز قلیایی به علاوه O2 میده M2O. OX چون مربوط M مربوط فلز قلیایی و Xش یک من دیگه نمیرسم، پس همیشه فلزات وقتی میان با اکسیژن هوا واکنش میدن اکسید فلز تولید میکنن با مقداری نور و گرما. بریم سراغ مطلب بعدی و مثال بعدی. میگه معادله سوختن گاز پروپان را نوشته و مجموع ذره به مواد واکنش دهنده را محاسبه کنید. خب پروپان یک هیدروکربن سه کربن است. از شیمی سال دوم به یاد داریم که پروپان میشد C3H8. گفتیم سوختن هیدروکربن ها همیشه ترکیب شدن با O2 و همیشه دو تا ماده تولید میشه، CO2 و H2. به معادله توجه کنید، C3H8 پروپان به علاوه O2 میدهد CO2 و H2O که معادله کلی سوختن پروپان. بعد از انجام موازنه وقتی نگاه میکنیم، چون خود سوال گفته در قسمت دوم مجموع ذره به مواد واکنش دهنده را تعیین کنید، یه سری مواد در سمت چپ به عنوان مواد واکنش دهنده، یه سری در سمت راست به عنوان فراورده. خب در این سوال مجموع ذره به مواد واکنش دهنده را خواسته که واکنش دهنده ما C3H8 و O2 بود که ذره بهش اگه با هم جمع کنیم 1 با 5 میشه 6. دقت کنیم تو بعضی از سوالات میاد میگه مجموع ذره به فراورده ها، که اگه من اینو بخوام 3 به علاوه 4 میشه 7، میگه مجموع ذره به فراورده برابر 7ه. اما بعضی وقتا میاد میگه مجموع ذره به واکنش کلش رو در نظر میگیره، باید همه رو با هم جمع کنیم 1 با 5 6 با 3 9 به علاوه 4 13، یعنی مجموع ضرایب استکیومتری کل واکنش برابر 13. باید دقت کنیم که توی سوال مجموع کدوم خواسته، فراورده ها، واکنش دهنده ها یا کل. ما در این مبحث سوختن واکنش ها رو کاملا به شما توضیح دادیم. انواع مختلف واکنش سوختن همینا بودن، فلزات و نافلزات، که باید نکته کلی گفتیم فلزات در حضور مقادیر مختلف یک فراورده تولید میکنن، اما نافلزات در حضور مقادیر مختلف فراورده های مختلفی.